اما کلیپ 43 این واژه هست theory. ببینید این علامت فونتیک که مثل صفر یه خط وسطش سه نقطه‌ای که نوک زبان بین دندون‌ها هست تلفظ میشه. theory 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 یعنی نظریه. این دفینیشنش هست. ببینید این دفینیشن یا توضیحش هست. explanation توضیح based on بر مبنای based on thought تفکر observation مشاهده or reasoning یا استدلال or reasoning توضیحی که بر مبنای تفکر مشاهده و استدلال باشه رو میتونیم بگیم یک نظریه هست. explanation based on thought توضیح بر مبنای تفکر on thought observation or reasoning اینو میگیم theory. مثال اول هست اینستاینز یعنی انیشتین. اینستاینز theory یعنی نظریه انیشتین is really too difficult واقعا بیش از اندازه دشواره. too یعنی خیلی. یعنی چی؟ خیلی. پس فرقش با very چی هست؟ very هم میشه خیلی برای جملات مثبت، یعنی مفهوم مثبت دارن، و تو برای جملاتی که مفهوم منفی دارن. یا به عبارتی تو درصدش بالاتر از very هست. too difficult بیش از حد چیه؟ دشواره. برای کیا؟ for the average. بگید average for the چرا؟ چون لغت بعدش با حرف صدادار ای شروع شده تلفظه. the برای راحتی در تلفظ کردن میگیم the. for the average person برای شخص متوسط، شخص عادی to understand که درک بکنه. پس شد چی ترجمه روانی؟ نظریه انیشتین واقعا برای افراد عادی درکش چیه؟ دشوار هست. really too difficult. پس شما باید متن رو کامل بخونید، کلمات رو بلد باشید، کلی ترجمه رو بکنید که مفهوم رو کامل برسونید با استفاده از معنای تک تک واژگانی که اونجا هست. یکم میتونید تغییر بدید، البته مراقب باشید تو این تغییر واژه‌ای واقعا حذف نشه. ببینید اینجا مثلا person میشه شخص، جمعش میشه چی؟ people. دیگه نمیتونیم person رو آخرش اس اضافه کنیم، بگی persons بعد بگی اشخاص. خیر، person غیر قابل شمارش هست، یعنی جمع نمیشه. مثلا بگیم one person two people. خب Einstein's theory is really too difficult for the average person to understand. نظریه انیشتین واقعا دشواره واسه افراد عادی درک کردنش. خب این شد کلمه به کلمه. حالا روانش شد چی؟ نظریه انیشتین به عبارتی نظریه انیشتین یا درک نظریه انیشتین برای افراد عادی واقعا بیش از اندازه دشوار است. مثال دو یا بی، my uncle has a theory about the effect of weather on baseball batters. batters به کسی میگن که توپ رو میزنه تو بازی بیسبال. batters دو تا تی پشت سر هم، دو طرفش هم حرف صدادار باشه، تی ها رو با هم آر محزون تلفظ میکنیم در امریکا. batters weather آب و هوا. effect تأثیر. effect my uncle has a theory about the effect of. چرا the رو گفتم the؟ چون effect حرف اولش ای و صدادار بود. about the effect of weather راجع به تأثیر آب و هوا on baseball batters در توپزن بازی بیسبال. on baseball batters میگه عمومی نظریه داره. my uncle has a theory من یه نظریه دارم میشه چی؟ I have a theory. she has a theory. he has a theory راجب چی؟ about the effect of weather تأثیر آب و هوا on baseball batters در توپزن بازی بیسبال. مثال سوم
No one has advanced. ببینید advanced کسی نگه، advance هم کسی نگه، یه چیزی بین این دوتا. advanced خیلی کوتاه، ای از گلو شوا هست، بسیار کوتاه. No one has advanced. No one has advanced a theory explaining the beginnings of writing. Beginnings of writing یعنی شروع نوشتن. Beginnings شروع یا پیدایش نوشتن. میگه no one has advanced. هیچکی ارائه نکرده است. Has advanced یعنی پیش بردن، پیش برده است یا ارائه کرده است. حالا چون اینجا اول اومده no one، جمله منفی ترجمه میشه. No one has advanced. هیچکی ارائه نکرده. چی؟ A convincing theory. Convincing یعنی متقاعد کردن. متقاعد کننده، ببخشید. صفت هست اینجا. Convincing theory. یک نظریه متقاعد کننده که چیکار بکنه؟ Explaining. توضیح بده. The beginnings of writing. که توضیح بده یا شروع یا منشأ نوشتن رو. کسی که بس ترجمه شد چی؟ No one has advanced a theory explaining the beginnings of writing. هیچ کسی تا به حال نظریه متقاعد کننده برای شروع نوشتن ارائه نکرده. حالا جالبه بگیم شروع نوشتن، شروع رو تغییر میدیم برای منشأ نوشتن، با توجه به مفهوم کلی که از با توجه به کانسپت جمله. کانسپت بچه یعنی مفهوم. کانسپت یعنی چی؟ مفهوم. با توجه به مفهوم جمله اومدیم چیکار کردیم؟ این ترجمه رو انجام دادیم. ببینید No one has advanced. این جمله خیلی علمی هست. Has advanced یعنی no one has advanced، یعنی کسی ارائه نکرده است. حالا کم کم یکی یکی که اینا رو آشنا بشید که ترجمه مد که برخورد میکنیم اونا هم همیناش سخته. اینا رو که یاد بگیرید بقیه هم راحت میتونید ترجمه بکنید. دیدید بعضی وقتا معنی کلمات رو میتونید ولی ترجمه نمیتونید بکنید، به خاطری که تا به حال با ترجمه به صورت جدی مبارزه رو شروع نکردید. مثلا من رو متقاعد کنید میشه چی؟ convince me. convince me، منو متقاعد کن، منو متقاعد کن. convince me. convincing theory یعنی یک نظریه متقاعد کننده. اینجا convincing صفت است. بچه ها صفت ها یه سری پسفند ها هستن صفت ساز. خود ing یه پسفند صفت ساز هست که توی تدریس ریشه های لغات word formation اینا رو کامل ما بررسی خواهیم کرد. البته اون یک مجموعه دیگه هست. امیدوارم که این لغت رو یاد گرفته باشی. لغت چی بود بچه ها؟ theory. Explanation based on thought, observation, or reasoning. Thank you very much.